بیایم صحبت های یکی از این ملحدین رو بشنویم که در مورد قتل کعب ابن اشرف داره گریه و زاری میکنه. بشنویم. که پدرش از بنی کی بود و مادرش از بنی نذیر، و این روز که زید ابن حارثه به در مدینه آمد به بشارت فتح، کعب ابن الاشرف به در مدینه بود و او همی گفت که از قریش فلان و فلان را بکشتن. وقتی بزرگان قریش را در جنگ بعد کشتن، این کسی بود که اعلام میکرد که بله، بزرگان قریش رو این دوستان مدینه رفتن کشتن. و مهتران قریش را نام همی برد، بله، ببخشید، زید ابن حارثه اینا رو میگفته با این کعب. و کعب ابن الاشرف گفت این نشاید بودن، و این همه قریش خیشاوند وی بودند. گفت باورم نمیشه، گفت این پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قومش خودش کشته. گفتم بله آقا، کشته. حضرت علی هم میفرماید در علیه السلام در همین نهج البلاغه که ما مثل گاو نر و هم میپریدیم و سر برادران خودمون میبریدیم، خوشحالم بودیم، خستگی هم حس نمی کردیم، حس گناه هم نداشتیم، چون برای حق می کردیم، کی قصد به حق می زنیم. آقا میگه امکان نداره، قوم کشا خودشو کشتیم. میگه بله آقا، خودشو کشتن، بله. اینا تاریخی است که من ننوشتم، 1100 سال پیش محمد ابن جریر طبری که یه قولی ساقا در تاریخ نویسی اون نوشته، شما باید بخوانید تا بشناسید آخوندها را. خب صحبتش فهمیدین. اول میرادش این است که در جنگ بدر اومدن اعلام کردن که آقا فلان فلان از بزرگان مکه کشته شدن به دست مدینه‌ای ها که به اصطلاح مهاجرین مدینه بودن. کعب ابن اشرف افسوس میخورد، این آقام داره همراهش افسوس میخوره. مگه میشه میگه آدم فامیل خودشو بکشه، برادر برادر بکشه، و باز لوم و سرزنش به سر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میاندازه که ایشون باعث شد که مسلمان ها برن برادرهای خودشون رو، فامیل خودشون رو، عموی خودشون رو به اصطلاح بکشن. آقا جان تو چرا اینو نمیگی؟ مگه من اگه من برادرم میکشم، برادر من اول میکش دیگه؟ مگه پیغمبر مردم مهاجر مدینه که از مکه مهاجر شده بودن برادرای همونایی نبودن که تو مکه بودن؟ یا برادری یه طرف است، اونا برادرای اینا بودن، اینا برادرای اونا نبودن؟ کی جنگ شروع کرد؟ اونها نگفتن که تو برادر ما هستی، تو نمیدونم عموی ما هستی، تو عمه ما هستی، تو نمیدونم برادرزاده ما هستی. اونا با اینا جنگیدن، اینا رو بیرون کردن، کشتن، شکنجه کردن، لذا جواب های هوی دیگه. چطور اونو نمیگی و اینو فقط میگی؟ عجیب نیست؟ والا عجیبه، خیلی عجیبه. حالا تو دنیای امروز ما مثلا طرف اگه آمریکایی باشه و به دولتش خیانت کنه فلش میکنن، دزدی کنه میگه آقای آمریکایی ما کارش نداریم، آدم بکشه میگه کارت نداریم چون که آمریکایی هستی. نیست اینجوری. ولو که برادرش هم باشه قانون اینو میگه که جرم کردی مجازات میشی.